درود به شما براندازهای عزیز. حالا که سعید جلیلی رسما برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده، خیلی خلاصه در موردش صحبت کنیم. اکانت یغما درباره جلیلی نوشت: سعید جلیلی سال 92 با شعار حیات طیبه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و با کسب 4,628,120 رأی شکست خورد. در انتخابات 1400 هم شرکت کرد و شعارش جهاد بزرگ برای جهش ایران بود، اما به نفع رئیسی کنار کشید. جلیلی موافق تفکیک جنسیتی دانشگاه، موافق اقتصاد مقاومتی و محدودیت فضای مجازی است. به جز جلیلی و اون دو نفر دیگه‌ای که دیروز به صورت رسمی ثبت نام کردند و در ویدیوی قبلی مفصل در موردشون صحبت کردم، محمد رضا سباقیان و عباس مقتدایی، دو تا از نمایندگان طویله مجلس، هم رسما برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. اما در ویدیوهای قبلی حمله تند حمید رسایی به شخص قالیباف در صحن مجلس رو همه دیدیم، اما کمتر کسی پاسخ قالیباف به رسایی رو دیده. قالیباف جوابی به حمید رسایی داده که بهش یادآوری کرده درسته که هم آخوندی، هم ارزشی و هم یکی از کثافت‌ترینایی، اما حالا خیلی راه داری تا توی حرومزادگی به قالیباف برسی. خب خیلی ممنون. اولا من این نکته را عرض کنم جناب آقای رسایی، در بحث مربوط به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، بنده هم مثل جناب عالی در روی یکی از این صندلی ها نشسته بودم. هیچ مسئولیت قانونی در ارتباط با برگزاری انتخابات نداشتم که بنده را خطاب قرار بدید چرا اینطوری شد، چرا اینطوری شد. بنده چه مسئولیتی داشتم؟ بنده یه نفر مثل شما اونجا نشسته بودم. رئیس محترم سنی و هیئت رئیسه سنی طبق روال قانون کار خودش رو انجام داده. بنده هم بعد که هیئت رئیسه شدیم، بعدی که این بازنگری انجام شد، اولین کاری که انجام دادیم این خود هیئت رئیسه سنی مسئول شد این کار رو انجام داد، بازنگری رو نگاه کرد. نمایندگانی که به عنوان ناظر و شمارش بودن و حضور داشتن این کار انجام دادن. ما فقط تنها کاری که انجام دادیم اطلاع رسانی کردیم که این تغییراتی که در شمارش انجام شده تغییری در اعضای هیئت رئیسه مجلس اتفاق نیفتاده. خب این رو اطلاع رسانی کردیم، وظیفه‌مون هم بوده، امروز هم ازش دفاع میکنیم. بله، این جابجایی ها یک دلیل که تازه یک مورد در دبیرا بوده، اون هم آرا مساوی شده، با قرعه کشی یه تغییر داشتیم، این روشن و مشخصه. راه اصولی این کار هم در جلسه غیرعلنی گفتم. این مشکل رو ما در دوره‌های قبلی هم داشتیم. در دوره‌های قبلی در جا همون جا اعتراض بوده، همینجا شمارش می‌کردن. عزیزان مردم ما بدونن، به هر حال چون اینجا نوع کارتا و نوع کارا این اختلافات میاد، همیشه این بوده، در همه دوره‌های هم یه اشکال به وجود ما همینجا توضیح دادیم. بیش از 6 بار یک نوبت این هست. راهش اینه که آیین‌نامه رو اصلاح کنیم، الکترونیکی برگزار کنیم. اینم باید مجلس تصمیم بگیره، انشالله به جای خودش تصمیمم گرفته خواهد شد. تاج گردونم که دوتا از نمایندگان طرفدار رسایی رو تهدید به ترور کرده بود، با روش‌هایی که از خود قالیباف یاد گرفته همه چیزو ماسمالی کرد. تاجگردون یه مافیای خیلی کثیفه که همیشه با کمک همین مافیا وارد طویله مجلس میشه. دیروزم مخالفینش در مجلس رو تهدید به ترور کرده بود و حالا این واکنش رو به این موضوع نشون داده. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خب بحث اعتبارنامه بنده در صحن علنی مطرح شد. اتفاقاتی افتاد که شاید برای ساعت مقدس مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری که امر فرمودن که مجلس با آرامش کار خودش رو شروع کنه، از دعوای رسانه‌ای و مضر خودداری کنه و از این قبیل فرمایشات سریعشون، و واقعا من دوست نداشتم وارد این مجادله شدم، ولی خب حالا من در رسانه خوندم چیزایی رو در خیلی در مورد بنده منتسب کردم. اولا مردم بنده رو میشناسن، تعهد بنده، نوع اخلاق رفتار بنده رو میشناسن و مجلس هم میدونن موضوع از چه قراره. فقط چون این فضای رسانه‌ای بودم، خواستم خدمت مردم شریف عرض کنم که
مجلس آرا هست، هیچ تعدیدی اتفاقی هم شکل نگرفته و نخواهد گرفت. مجلس محل تظاهره آراست، نظرشون دادن، مجلس هم مطابق قانون میپذیرن، همچنان که 4 سال پیش نپذیرفتن. و من خواهش میکنم دوستان حسب فرمایش رهبری اگر مقید هستید به امر ولایت ادامه ندید و روی مردم را آزرده خاطر نکنید. مردم نیازمند به آرامش هستند. چند روز دیگه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و انشاءالله که یک آرامش رو مجزوه. چند روز قبل بود که یک کلیپ از فیلم جدید پیمان معادی خیلی خبرساز شد. کلیپی که معادی در اون با معلم دوران مدرسه خودش صحبت میکرد. بهش میگفت تو همونی هستی که منو تنبیه بدنی میکردی. معلم میگفت من هیچ وقت این کارو نکردم. بعد پیمان معادی بهش گفت من این کارو نکردم، محترمانه گو خوردم دیگه، درسته؟ حالا کلیپی دیده نشده از ابراهیم رئیسی منتشر شده که به سبک همون معلم به خاطر ادامه‌ی سال 67 و حضورش در هیئت مرگ به گو خوردن افتاده. حکم امام کیا نوشته هیئت 3 نفره کیا هستن؟ 1 دادستان، 2 قاضی شهر، 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت رو داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتهای مرتب آقایون مثل که میخواستن نسبت به بنده تصفیه حساب کنند. اما بعد از ثبت نام سعید جلیلی برای حضور در انتخابات، اولین کنفرانس خبری این دوره از انتخابات مجلس هم برگزار شد و سعید جلیلی نقش اول این کنفرانس خبری بود. باید همچون رئیس جمهور شهید این سرمایه رو بشناسه و قدر بدونه. من بحثم اینه، ما وقتی چنین مردمی داریم که چنین حماسه هایی میآفرینن در صحنه های سخت، امروز به دولتی نیاز داریم که با همه وجود از اراده و برنامه داشته باشه تا این سرمایه بزرگ رو ارتقا بدهند. ما در 10 سال گذشته در گفتمانی به اسم دولت سایه به این اندیشیده ایم و با شبکه‌ای گسترده از نخبگان و اساتید در حوزه‌های مختلف پیرامون این بحث کارشناسی‌هایی رو انجام دادیم. در تمام این مدت فارغ از این که دولت مستقر رفیق یا رقیب ما بوده، سعی کردیم اون نتایج بررسی‌های خودمون رو برای تأیید، تصحیح یا تکمیل به دولت مردان ارائه کنیم. نکته مهم اینه که رئیس جمهور باید بداند چه فرصت‌هایی وجود دارد. اگر صحبت از برنامه می‌شود، رئیس جمهور باید به اون برنامه اشراف کامل داشته باشد و اینکه چگونه از این فرصت‌ها به نفع ملت ایران یک استفاده حداکثری بکند. به حداقل‌ها راضی نشود، اداره روزمره کشور رو کافی نداند، به قله‌ها نگاه کنه. پیشرفت‌های مردم ما و روندهای جهانی به ما امروز نشون میده که ما امروز در یک فرصت تاریخی هستیم. اگر ملتی از فرصتهای تاریخی غفلت کنه، از مسیر پیشرفت عقب میمونه. این پیشرفت چگونه به دست میاد؟ با عدالت. عدالتی که در جهت جهش کشور برای مشارکت دادن ظرفیت تک تک مردم ایران حق قائل باشه و برای به میدان آوردن اون برنامه داشته باشه. این حق تک تک مردم ایرانه که برای جهش کشور دوست داشتنی ما نقش ایفا کنند و این وظیفه دولته که برای اون برنامه داشته باشه. تبعیض نمیگذارد همه حرکت کنند. بدون مناسبات عادلانه سرمایه ها تلف می شود و به سود عده‌ای معدود به کار گرفته می شود. اتفاقا در اون مناسبات عادلانه است که همه سرمایه ها و همه ظرفیت ها به کار گرفته میشه، انحصارها شکسته میشود، خط کشی های نادرست برداشته میشود و پیشرفت محقق میشه. برای جهش پیشرفت و پیشرفت مشارکت حداکثری مردم لازمه و این مشارکت اون است که با عدالت به دست میاد که همه بتوانند امکان حرکت و رشد داشته باشند. نکته اصلی که من اینجا میخوام روش تأکید کنم اینه که ما برای چنین موفقیت هایی در